خیلی لطف کردین اومدین. چه حرفه، وظیفه‌مون بود. خدا رحمتشون کنه. سلامت باشید. بفهمید. بفهم. زهرا. آخ جون بابایی اومده. آخ جون. سلام. مامانم تو خونه است، اجازه بده صداشون کنم؟ لازم نیست. بیا سوارشو بیا. بفهمی آقا جون، بذاریم بهتون توضیح بدم. لازم نیست، اون چه که باید بفهمم فهمیدم. بفهمی به خدا دارین اشتباه میکنین. حاج کاظم مثل پدرم بود. حاج خانومم خیلی در حقم لطف دارن. اصلا همین کار خیریه هم اونا بانی خیرش بودن. مریمم از دوستای قدیمیم، نمیتونستم که تو مراسم حاج کاظم نرم. خیلی خوب، حرفات درست. بفهمی آقا جون، به خدا من رو حرف شما حرف نزدم، بهشون جواب رد دادم. دیرم شده، من باید برم. باش زهرا، بریم. زهرا میمونه. یعنی چی؟ این بچه چند روز پیش من میمونه، تا شما هم خوب فکراتو بکنی. آقا جون تو رو خدا. خدا حافظ. الو مامان. زندون مادر. نه عزیز، گفتم بازداشتگاه فعلا اونجاست. چه فرق میکنه چه زندون چه بازداشتگاه؟ بچه مشتی در پسته است. چرا داداش؟ شاکی داره. به یا بابایی که مسئول خرید چند تا فروشگاه و شرکت معتبر دولتیه، به جای برنج درجه یک برنج قرقاتی فروخته. اونم دادن دست مشتری، مشتری ازش شکایت کرده، اونم از ناصر شکایت کرده. لابد بچم نمیدونسته تو گونیا چیه، همینجوری خریده به مشتری فروخته. گفتی بی تقصیره؟ نیست عزیز جون، نیست. یعنی چی نیست؟ برنجا تو گونیای تجارتخونه ما بوده. خب نداره، وقتی آقا ناصر برنج با کیسای تجارتخونه حاج کاظم میفروشه، یعنی تقصیر کاره. چقدر بهش گفتم و گوش نکرد. تو مطمئنی؟ کاش نبودم. نازی کجایی بابایی؟ جانم اینجا چه کار میکنی؟ هیچی، میخوام ببینم اینا اصلا یا نه.
یه دونه جنس اسب تو این شهر پیدا نمیشه. بیچاره ناصر، اگه میدید چقدر نگرانشی از قصه دق میکرد. چیکار کنم، خودم بکشم؟ وقتی پول گنده در میآورد میخواست فکر این روزا رو بکنه. هر کی خربوزه میخوره چی؟ پای لرزشم میشینه. اما اون بچه چه میدونست خربوزه کیلو چنده؟ تو خربوزه کردی دهنش، پوستش انداخت زیر پاش. حالا میخوای منو لو بده یا با هم بریم ها؟ نه بابا جونم، آقای اسدی این زحمتو میکشه، مطمئن باش. نه دیگه، یه جوری حالیش کردم بمیرم اسم منو نمیاره. عجب، نمیدونم چرا از فکر کاظم در نمیام. یه جنس اسب تو این شهر پیدا نمیشه، همش تقلبی تقلبی. میدونستم میای. سلام. سلام. خدا شرمنده تم آقا مست. شیطون گلم زن. خریت کردم. رو ندارم تو چشات نگاه کن. شرم حضور داشتم بیام سر خاکش. میدونستم منو ببینید بیشتر دلت خون میشه. خدا رحمتش کن. آیا اسدی؟ آیا اسدی دقیقه صبر کن. یه دقیقه میگم.
چی شده باز دوباره؟ به شما ربطی نداره. چشم آقا فرمایش؟ حالا که حکم داداشمو دادن داره میره زندون. گذشتم حقت بود که نکردی. فقط یه سوال ازت میپرسم، مرد و مردونه جوابم بده. داداشم با کی کار میکرد؟ چرا از خودش نمیپرسی؟ پرسیدم نگفت. خب منم خبر ندارم. خبر نداری؟ چیه؟ تو هم بزن این برای بشکن. دارم هم واسه تو. بریم. بریم آقا جون. آقا یه لحظه سم کنیم. اینجا چی کار میکنی؟ ببین اصلا خودتو ناراحت نکنم. بهترین وکیله این مملکت برات میگم. مگه نمیذارم تو رو ببرن زندان؟ خودتو ناراحت نکن. بشین آقا بشین. پیشان همه چی درست بشین. بشین آقا بشین. ناصر ناصر با اجازه سلام بابا. سلام امو رجا. این طرف ها؟ یه کم صاحب کتاب با کاسبای محل داشتیم، اومدم صاف کنم. قند و نور خود. خیلی خوب میگفتی به من. چرا؟ به اندازه 4 تا قندون قند و 10 تا بربری از کازم پیشم هست بابا. یه چیزی رو سر در نمیارم بابا. اون بره جایی که گرفتن از کجا اومد اون تو اجره؟ اون شب تو خیریه تو بودی، ناصرم با ما بود، نمیتونه کار ناصر باشه بابا. این حجره خونه منه، روزی 100 بار کاشی به کاشیشو وجب میکنم، نمیتونه کار ناصر باشه. ای پاش گردنم میشکی هست، شک کرده بودم بابا. ای به خودم گفتم زنگ بزنم، نزنم. ای کاش زنگ. یعنی تو میگی کار ناصر نبوده؟ نه بابا جان، نه. اون شب ناصر با ما بود تو خیریه. کار ناصر. این که صابر کوچکیه، او یکم عزیزیه. یعنی کار این هست؟ بعید نیست. چجوری رفتن تو انبار ما؟ از اونجونه بر هر چی بگی برمیاد. دیده رجب خیری است، گفته الان بهترین فرصتی که اجره خالیه. داداش گونی های ما رو از کجا آوردن؟ اون حکایتش علاهده دست. گونی برنجای مخلوط کار ناصره، ولی رفتنشون تو اجره کار کسی دیگه است.
بله بله. سلام مسعود. علیکی سلام. آقا بفرمایین تو. از صابر خبر داری؟ صابر کوچکی؟ نه والا هیچ خبری ندارم. فقط شنیدم، یعنی بار آخر شنیدم که گفتم فرار کرده. آخرین بار کی دیدیش؟ یادم نمیاد، خیلی وقت پیش دیدمش. چطور مگه؟ شهاب، همین جوریش هم کلی قصه داری. بدترش نکن. آقا مسعود خبر ندارم، به جان خودم خبر ندارم. کجا میشه پیداش کرد؟ نمیدونم، اصلا من از صابر کوچکی، اصلا من باش ارتباطی نداشتم آخه، خبر داشته باشم الان کجاست. هر جور شده باید پیداش کنیم. هر ردی ازش میتونی پیدا کن، شستش هم خبردار نشه، روشنه؟ چشم، رو چشم. یه چیزی ازت میپرسم شهاب، مردونه و راست حسینی جوابمو بده. چشم مسعود، مخلص شما هستیم، بفهم. تو میدونی ناصر ما اهل کار خلاف نبود. گنده میپرید ولی پول خلاف تو جیبش نمیذاشت. کی اینونو گذاشت تو دامن داداش من؟ با کی برنج مخلوط میکرد؟ نمیدونم آقا مسعود، به والله نمیدونم. من خبر کارهای ناصر نداشتم. اصلا ناصر جیکوپوکی کارشو به من نمیگو. خیلی خب، این اواخر با چی میپرید؟ با چی میپرید؟ خب آخه این آخره که همش با نازی خانم بود. یعنی با هم حرف میزدن، تلفنی بیرون رفتنشون هم با هم بود. یه زد و بندایی هم با هم داشتم ولی ناصر چیزی به من نگفت. ما بفهمیم تو جلو در بده. گورتونو گم میکنین آفتابی نمیشین، هم خودت هم عرازلی که اون شب دستشون تو اون گنگکاری بوده. فهمیدی حالی چو چی گفتم؟ من که حال روزم اصلا مشخصه تو بازار، گاو پیشونی سفیدم، پلیس هم که الان دنبال منه. خیلی خب باشه، به بچه ها میگم بکشن تو سایه. داداش ناصر رو که میشناسی چه کله خرابیه. شک نکن الان دنبال کسی میگرده که باباشو به کشتن داده، داداشش رو انداخته زندان و حجرشون رو به گل نشونده. پس شما آزاد از ما بدتره ها؟ منظورت چیه؟ خب میگم که این نشونیایی که دادین آشنا نیست خانم. هر خبری شد به هم تلفن کن. خیالت راحت. چشم. خوب کرد. نه عشق کردی، درست زدم وسط برجکش. ببین به جون جفتمون الان وقتشه. آره جون خودت، اساسی تیغش نزنی باختی ها. تو فقط بگو هستی یا نیستی، همین. Thank you.
مهران یه چیزی بیار بخوریم، من مردم تو این خونه از گشنگی. هیچی نداریم. خب با پاشو برو سر خیابون یه خرید بکن، مهمون من دیگه. بابا پولاتو نگه ده واسه بعد افطار، الان رستوران بازه. مهمونم که داری. اینو خب شکولات میاری برم. چطوری مهران؟ چک شدیم، خوش اومدی، بفرمایید. سامان اینجاست؟ آره بیا. چه خبر؟ خبری نیست. برو تو. آخه اصلا من مسئول من هیچ. برو تو. سلام، خوش اومدی. من مسئول خدا بکنی، من خودم نیست. راحت باش، راحت باش، بخواب. من چیزی به این نگفتم. سلام آقا مسعود. بهرام تو که دیگه الان با اون کلت فکر نمیکنی که من فکر میکنم شما یه کارایی دارید میکنید، ها؟ عمران من فکر میکنم که تو عادتت که سرت بنزی پایین همینجوری بری تو خونه مردم. تو دیگه تا آخر عمرت نمیخواد فکر کنی، فقط جواب منو بده. اومدی اینجا اینا رو بگی، چی میخوای؟ جواب چی میخوای؟ چی میخوای؟ آقا منم چی داری میگی اومدی؟ باشو بیا. آقا مسعود اجازه بده. آقا دهن روزه صلوات بفرستید بابا. خدا رحمت کنه پدرتو، خوش اومدی. تسلیت میگم. آقا صلوات بفرستید. آقا درست نیست. آقا قبول باشه. قبول حق باشه. شما واسه کنار کارت نباشید. عزیز من چند سوال ازت دارم که اگه اول رو جواب دادی دیگه بقیه رو نمیخوام. گفتم بیا اینجا. حالا بریم اونجا تمام بگم. برو خونه مردم که دیگه من اینو دارم بگم. برو اینو دست تو بنداز. برو برو دیگه آقا مسعود دلت نمیخواد با چله بری اون پایین که نگاه کن. نه نه بلکن آبا یک چله نمیتونه بگی اینو بری اونجا. نمیخواد میرسن دیگه تقریبا کرد اومده. خیلی خوب بگم تمومه. خب بگو چی بنز راتی کردن و گذاشت تو سفره داده شما؟ مسعود، مسعود، من جواب بده. خب دستتو بنداز بگم، دستتو بنداز. من تو کار قاچاق تاریخ گذاشتم، تو کار قاطی بازی نیستم. چرا نمیفهمی؟ من نیستم، اونها مهران میدونه. مهران بهش بگو آبا آقا این اصلا از این ارزه ها نداره. اگه داشت که اصلا ارزه شیم نبود. نه آقای کوچکی نشد. بابا آقا آقا مسعود خرمشو مسعود خرمشو کنم دیگه ندارم. گفتم دیگه با دستم میگم. سگو میگم. گفتم خب بیم کسام پایین. مسعود دستتو بنداز میگم. یه شهر برکن کلا اون نازی دختر بهرام کلایی اینا رو بهش یاد داده. این قاطی بازی رو اون دختره بهش یاد داده. نازی رفتن یه انبارم گرفتن. تمومه؟ برو به کارت. بابا جیری کی افتادی ما؟ شانس آوردی. بابا من سوگی دن زدی که همه چی گفتی. ببین نگاه کن این پایین رو ببین. تو ببین دیگه این پایین رو ببین. تو اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ نه تو اگه جای من بودی واقعا چی کار میکردی مهران؟ چیزایی شنیدم که خدا کنه راست نباشه. بر ناصر اتفاقی افتاده؟ خونه آقا جونم گردنته. زندون رفتر ناصرم همیتور. از دومی بگذرم از اولی محاله.
ببین من پامو از اینجا آخر حرف زده. تو چرا تو دادگاه نگفتی که با نازی شریکی؟ علکی پای نازی رو نکشیم مثل پاش وسط زندگیمونه، پاش وسط برادر من، پاش وسط خونه و زندگیمونه. باید به خریت نزن. تو چرا نمیخوای قبول کنی؟ اون مثل ماده گرگ زخم خورده. داداش احترام نگهدار، لااقل احترام زن من رو نگهدار. تو واقعا میخوای با دختری چه خودت ده وسط معرکه خلاف زندگی کنی؟ چی داری میگی برای خودت داداش؟ از این وسط هیچ کار هست. صابرم هر غلطی کرده من پامو از اینجا بذارم بیرون. من میدونم اون صابر چه رو چنده. حرف سر توه. توی که نمیفهمی اون افریته. داداش دیگه واقعا داری تو میری. داری تو میری. میگن احترام من نگهدار، احترام خودت رو نگهدار. چشم. ممنونم که احترامم رو نگه میداری. ممنونم که منو به اون دختره نمیفروشی. دست درد نکنه. ناصر یک کلوم. یا اعتراف میکنی با نازی شریک بودی؟ یا اونی میشه که نباید. نمیخواین بخوابی؟ مگه میشه مادر؟ از وقتی خودم رو شناختم کاظم بود همه جا، همه لحظه ها. اما حالا گم بشین مادر، بشین. وقتی که تو راه بستم بودم مادر میامد دستشم ازش رو شکمم انقدر با هم صحب میکردیم تا تو تکون بخوری. اولین باری که لگت زدی کف دستش شروع کرد خندیدن و عشق ریختن. من نمیفهمیدم، همینجور مات مونده بودم. وقتی هم که دنیا آمدی همینجور عشق میریخت. گفتم چیه؟ گفت این بچه با همه بچه ها فرق میکنه. اگه ما هزار تا بچه داشته باشیم یه چیز دیگه است. گفتم خب چیه؟ بگو منم بفهمم. گفت من و تو تا دیروز زن و شوهر بودیم، اما این بچه امروز منو پدر کرده و تو رو مادر. بهش تو سر داده زیر باد. ناصرم که دنیا اومد همینطور. گفتم خب این دیگه چی کار کرده؟ گفت این مسعود رو برادر کرده. گفت برادری حکایته، دست اخوت رخت بیعته. خودم رو بوی برادری گرفت. قصه هیچی رو نخور عزیزم، من تو تش هستم. شما فقط سر نماز دعا کن. دعای مادر میخوام. همم درش بیار مسعود. از تو زنده موندن کسی چیزی نمیشه. خواهش میکنم درش بیار. رو جفته شما فقط یه جایی باید دیوار رو تجربه کنه. ببین رفته سر سفره کیا و کیا رو آورده سر سفرش. یه چند وقتی اون تو باشه براش بد نیست عزیز. بچه‌م عزادار باباشه. نگاه به اولدارم اولدارمش نکن. دلش مثل یه گنجیش که حبس براش جهنم. مسعود
خواهش میکنم. چشم. همین فردا میرم جریمه‌شو میدم، رضایت شاکیشو میگیرم میارمش بیرون. خیال تخت. شیرم عدالت مادر. البته ناصرم باید بفهمی که هر خطایی که میکنه با یه معذرت خواهی حل نمیشه. هرچی بدهی برش پرداخت میکنی. بگو که از سهمون ارثش کم بشه. نباید به تو و مریم هم اچاف بشه. داره ندارم اون فدای یه تارموی برادرم. چه حرفی مادر؟ دستت در نکنه. چشم. خدا برو بخوام. برو 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 برو. عزیز جون. جونم. مریم که به دنیا آمد آقا جونم چی گفت؟ گفت خدا خیلی دوستمون داره که بهمون دختر داده. گفت برادری دندونه داره، خواهری قلاف شمشیر واسه برادری. چیا کشیدم من خوشی ولی خوشی ندید.